Viene Aurora. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Muhammad Qasim Alimi, Vaziri Irshad Haj va Awqaf, Muhtaram Mavlavi Sardar Zadron, Sarparast Shurai Sartosari Ulamo, Muin Sa va Rasai Muhtaram Wazarat Haj va Awqaf va Numoyandai Muhtaram Rasanaho ba konferans khabari imroz ma khush omadin. Dar aghaz az janab Vazir Saheb khahish mikunim to sohbatay khud iraya kunan. Ba taqib shon janab Zadron Saheb va ba'dan ba savolat mepardozim. Janab Vazir Saheb befarmayin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامد المصلي وبعد. بلوملي سركي جناب مولوي صاحب سردار زدران د افغانستان د سر علماء او سرتاسري شورا رئيس او علماء کرام او مطبوعاتو ټولو ته هرکلی وایم. مولوي صاحب په اجازه ابتداء د ټولو هغو کسانو په اړه باندې چې هغوی د کرونا او یا هم لهغنا دی بدترین دښمن په وسیله باندې وفات شوي، شهیدان شوي دي او یا هم په خپلو مرضونو وفات شوي جهادي مشر جناب وقاد صاحب، تیرې دوه ورځې مخکې د منګه د افغانستان د تصوف ځلانده ستوری شیخ صاحب حمدالله جان اغا چې د جلدک اغا صاحب باندې مشهور و په زابل کې، همدارنګه د مطبوعاتو مخکښ تکړه ژورنالیست او استاد نبی مستاق، همدارنګه باوري صاحب، ابراهیمی صاحب، مجددی صاحب او سناتور صاحب عبدالشکور او نور ډیر مشران ورونه خوندې، بالاخص د موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه سرښندونکي ځوانان چې په شهادت رسېدلي دي، ټولو ته د الله جل جلاله نه مغفرت دعا کوو او کورنۍ اهل او واکمنده کسانو ته صبر جمیل او عجازین غواړو. د رابطې عالم اسلامي تر مشرۍ لاندې کنفرانس غواړم لږ تاریخچه یې ووایم. موږ د 2013 کال په ابتدا کې په کابل کې د 2500 علماو شاوخوا په ګډون د صلحې یا د مصالحې فتوا درلودله. د هغه په نتیجه کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو یوه ناسته مو د 2013 کال د می د میاشتې په 11مه د بوګور جلسه درلودله چې مطبوعات مو په هغه کې هم په واضح ډول سره د افغانستان، اندونیزیا او ځینې د پاکستان علماو لخوا نه په افغانستان کې روانه جګړه د قرآني او نبوي نصوصو پر بنیاد واضح موقف و چې دا یوه حرامه ناروا جګړه ده. یو له توصیاتو نه دا و چې OIC یا د اسلامي همکاریو سازمان باید یو نړیوال کنفرانس ونیسي. دا کنفرانس مختص په افغانستان باندې او د ټولې اسلامي نړۍ علما پکې موجود دي. همغه و چې 2013 کال د جون په میاشت کې په 10 او 11 د مکې معظمې په ښار بلکې د مشرف کعبې په څنګ کې په حرم کې موږ کنفرانس درلود. د اسلامي نړۍ علما راټول سول، په ډاګه باندې وویل سول چې دا یوه ناروا جګړه ده، د افغانستان مخالفین دي، د افغانستان د نظام مخالفین دي، دا موضوع د قرآن او سنت په رڼا کې د علماو په توسط حل کړي. هلته یوه توصیه دا وه چې د افغانستان، پاکستان علما دي د سعودي د علماو په وساطت یو بل مجلس جوړ کړي تر څو په دې قضیه کې بحث وکړي او تصمیم ونیسي. د جون د میاشتې په 10مه باندې د مکې معظمې په ښار کې د مکې د کعبې مشرفې تر څنګ هلته یو کنفرانس جوړ سه چې خوشبختانه په افغانستان کې روانه جګړه د ټولو علماو لخوا نه، د افغانستان علما، د پاکستان علما او د سعودي له طرف نه، د رابطې عالم اسلامي د مشر او د حرم د حرم مکی او د ټولو مؤسسې د حرمینو مشر او د حرم مکی امام او خطیب شیخ سدیس، هیئت کبار العلماء د سعودي او مختلفو نهادونو دغه جګړه ناروا، حرامه او بې ځایه وبلله. جا داره که ما
از جلد مآب خادم الحرمین الشریفین و ولی العهد و همچنان از رئیس رابطه عالم اسلامی و رئیس مؤسسه حرمین الشریفین شیخ سدیس و همچنان هیئت کبار علمای سعودی و مجمع فقه اسلامی سپاس و تشکر بکنیم تا به خاطر که اینا اهمیت دادن به این موضوع و یک کنفرانس مهم را ایجاد کردن. این کنفرانس از 2 سال به این سو ما در تلاش بودیم تا کنفرانس دایر شود یا در پاکستان یا در افغانستان یا در سعودی. ما توانستیم به این کنفرانس بسیار به وضاحت، چون علمای افغانستان و علمای جهان اسلام همیشه می گفتن، ولی علمای پاکستان هم بسیار به صراحت گفت. ما تشکر میکنیم از جناب وزیر صاحب امور دینی پاکستان دکتر صاحب نورالحق قادری و همچنان شیخ صاحب و مفتی صاحب پاکستان که یک شخصیت جهان اسلام است، جناب شیخ صاحب تقی عثمانی، طاهر اشرفی و همه علمایی که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند، بسیار به صراحت اعلان کردند که جنگ در افغانستان جنگ نارواست و هیچگاه به نفع مسلمانان نیست و راه حل، یگانه راه حل، مذاکرات و تفاهم است. این جنگ در افغانستان جنگ جهاد نبوده، بلکه یک قتل مسلمان است و افغانها مظلوم واقع شده. رئیس رابطه علم اسلامی به صراحت الفاظ گفت که هیچ گونه بهانه به خاطر جهاد و یا هم جنگ در افغانستان باقی نمانده. مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید از راه مذاکرات و تفاهم معضله را حل بکنند. ما با اساس نصوص قرآنی که خداوند جل جلاله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اگر بین شما تنازع و یا اختلاف آمد به خداوند جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم راجع بکنید. طبیعی است که ما مستقیما صحبت مانند انبیاء علیه السلام و خصوصا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مستقیما به خداوند صحبت نداریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود نداره. معنی این آیاتی است که به امت، به علمای امت مسئله راجع بکنین. ما به علمای امت مسئله راجع کردیم، با تمام کشورهای اسلامی، با تمام نهادهای دینی و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام ما موضوع راجع کردیم. علمای اندونزیا، علمای جهان اسلام تحت چتر منظمه تعاونی همکاری اسلامی، رابطه عالم اسلامی، مجمع فقه اسلامی، که علمای اردن، علمای کویت، علمای مصر، ازهر شریف، علمای بنگلادش، ازبکستان، ترکمنستان، هندوستان، اردن و فلسطین، بالاخص مفتی و قاضی قضات فلسطین و امام قدس شریف، در این همه نهادها و همه کشورها و همه شخصیت‌های علما در مورد جنگ افغانستان موقفشان موحد است، یک است و اویی است که جنگ نارواست و جنگ به خاطر قدرت است، نه به خاطر اعلای کلمت الله. نقطه دوم را هم که ما میخواهیم اویی است که پیام ما به تحریک طالبایی است که اگر شما همه نهادها را متهم میکنین و یا همه علما را متهم میکنین، گاهی میگین که علمای سلطان است و گاهی میگین که علمای متعلق به کسی است، پس جهت را نشان دهید که اونها را شما اونها را مستقل میدانید تا ما با اونها صحبت کنیم. علمایی که در پهلوی تحریک دفتر طالبان در قطر هستند، دکتر احمد رسیونی، دکتر علی قرداغی و دکتر یوسف قرضاوی، هم موقفشان واضح و برملا بود به این که این جنگ نارواست و قتل مسلمان، بلکه قتل انسان مانندی است که تمام انسانیت را از بین برده باشین. حتی علمای پاکستان که با تأسف و با خوشبختی بگوییم که با تأسف به این که تا چند روز قبل علیه دولت افغانستان فتوا میداد، ولی در کنفرانس مکه مکرمه به صراحت گفتن که جنگ نارواست و ما به خاطر گفتیم که خوشبختانه به خاطر که ما امروز هم تشکر میکنیم، خوب است که امروز هم حقیقت را درک کردن. آقای طاهر اشرفی
و حمید الحق حقانی که فرزند سمیع الحق حقانی است و دیگر علمایی که تا دیروز علیه ما در پالوی طالب فتوا می دادن، امروز به صراحت گفتم که جنگ جنگ نارواست، جنگ به نفع مسلمانان نیست و به امنیتی افغانستان، به امنیتی پاکستان است. ما خرسند هستیم و امید داریم که این مرحله دوام پیدا بکنه، با هم یک جا کار کنیم. مطبوعات در جریان است که در قطعنامه‌ای که در مکه مکرمه است کنفرانس صادر شد، یک جزء اوج یک کمیته مشترک اعلام شده که علمای افغانستان و پاکستان یک کمیته مشترک می داشته باشه. وظیفه مهمی این کمیته می باشه که هر آن کسی که علیه دولت جانب مقابل فتوا می ده، علیهشان جنگ میکنه، مخالفت میکند، باید این کمیته در مقابلش جوابگو باشه. نقطه بعدی که میخوایم برز برسانم یه است که اگر ما توقع میداشتیم که طالبان بالاخره میخواهد که یک نظامی داشته باشه، طالبان میخواهد که علیه افغانستان حاکمیتی داشته باشه، عادلانه، منصفانه و برای افغانستان بنفع باشه، پس شاهد امروز تخریب، انفجار و انتحار و قتل و تدمیر پلها، پایه‌های برق، تعمیرات مرکزی در ولسوالی، بازارها نمی بودیم. پس اینا کسایی هستند که فقط می آیند تا تخریب بکنه، انفجار و انتحار بکنه و مبانی و منافع و مؤسسات منفعت عامه که داریم او را از بین ببره. ما و شما شاهد تعمیراتی بودیم. تعمیر یک ساختمان است، به هیچ وجه منسوب به دین و به مذهب نیست، هیچگاه تعمیر کافر نمیشه، ولی ما میبینیم که اینها به خاطر چند روزی که بالای یک منطقه مسلط شوه و از خود آثارات کماکان بمانه که او تخریب و تدمیر و تشرد انسان هاست، چیز دیگری نیست. اگر ما میدانستیم که و میفهمیدیم که اینها به خاطر عدالت، به خاطر حاکمیت منصفانه در افغانستان هستند و کار میکنند، شاید موقف ما دیگر می بود، ولی به صراحت میگیم که اینها بدون از اینکه تخریب داشته باشه، بدون از اینکه ویرانی داشته باشه، مانندش و مثالش ای است که ما بالای کابل هم حاکمیت میکنیم، حاکمیتی که تمام تعمیرات و تمام آبادی که در افغانستان وجود داره باید به دست اینها منهدم شود، تا اینها کم مثل دیگرانی که میگفت که باید تمام افغانستان رو منهدم بکنیم تا اثر جور بکنیم، اینها هم عین فلسفه‌ای داره. نقطه اخیری که یک خوشخبری است در پالوی نقاطی که همیشه ما جگرخون و در مصیبت هستیم، نقطه خوشخبری است که ما در سعودی عربستان از وقت شاهی نادرخان و همچنان بابای ملت ملک زاده شاه خان ما جایدادهای وقفی داشتیم که از همو وقت، خصوصا وقتی که مرحوم استاد خلیلی سفیر بود، از او به بعد قضیه هیچ کس بررسی نکرده بود و اگر بررسی هم کرده بود و یا هم تفتراش هم کرده بود بسیار سطحی بود. وزارت ارشاد حج اوقاف به همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و بالاخص به همکاری مشخص جناب سفیر صاحب جاوید مجددی، سفیر پر افتخار جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض، تب تلاش شب روزه همکارانشان بالاخره توانستیم که ما دو جایداد وقفی افغانستان را تثبیت بکنیم. ما به رئیس هیئت اوقاف که به سبب وزیر است با اونا ملاقات داشتیم، با وزیر شؤون دینی سعودی ملاقات داشتیم و به صراحت وعده سپرد که قبل از مراسم حج سال آینده که امسال متاسفانه حج نیست، ما حاضر هستیم که جایدادتان برای شما پس تسلیم بکنیم. 2700 متر مربع جایداد است که در داخل حرم مکی، آل داخل حرم مکی آمده و اینا باید بدیلشان برای ما بده. ما خوشبخت هستیم که بالاخره امسال توانستیم این جایداد را تثبیت بکنیم و مقامات سعودی را قانع بسازیم، اسنادها را جمع بکنیم تا اونا به این موافق شود که جایدادهای ما را پس به ما ارائه، به ما تسلیم بکنه. و به صراحت
رئیس هیئت اوقاف یه وعدهش بود اسناد را تکمیل کردیم. جایدادهای دیگه هم داریم که در اون مورد هم ما تپتلاش خود داریم و اونا هم وعده سپردن که هر نوع اسنادی که اونا داره با ما شریک میکنه ما که پیدا میکنیم با اونا شریک میکنیم. ولی خوشبختانه بعد از 50 سال تقریبا ما توانستیم که جایدادهای خود به دست بیاریم. یک خبر خوش است. از مطبوعات محترم هم از همه تان تشکری میکنیم که کنفرانس مکه مکرمه را بسیار به شکل درست به مردم رساندین و امروز هم ما در خدمتتان به خاطر آمدیم که باز ترجیح بلا مرجح نشوه که به یک تلویزیون ما بریم به دیگه تلویزیون نرویم، چون وقتم کم است و وضعیت کرونا هم است. امیدوار هستیم که تمام مطبوعاتی که چیزی ما گفتیم را نشر بکنه، چیزی اضافه از این نداریم تا به مطبوعات دیگه ضرورت باشه که تا مصاحبه و یا هم نشست های خصوصی داشته باشیم. تشکر میکنیم. سوالا را بعد از اینکه جناب مولوی صاحب هم بیانیه خود داشته باشه، سوالات در مورد سوالات در خدمتتان هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تشکر جناب وزیر صاحب. حالا جناب زردان صاحب خواهش میکنیم صحبت اختیار کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دی جناب محترم وزیر صاحب د حج اوقاف، معزز علماء و درسنه و استاذ، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه را که چیز هم په لومړی سر کې د هغه شهدا او روح ته دعا وکړو چې په دورستۍ کې یا د کرونا له امله او یا هم زموږ د افغانستان امنیتي ځواکونه د وطن او د خاورې د ساتلو په مورد شهیدان شوي دي. په ځانګړي توګه د زابل ولایت ډیر دروند او معزز دینی عالم حمدالله جان هغه او همچنان وقات صاحب او نور معزز علما هغو ته د الله رب العزت جنت الفردوس او کورنۍ ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم. زه باید یادونه وکړم چې لله الحمد په دې وروستیو کې زمونږ دروند وزیر صاحب او د افغانستان د علماو سرتسری شورا په دې باندې وتوانېدو چې مونږ د افغانستان د محترم جلالت معاب ولسمشر توجه دې ته واړوو چې د افغانستان په ټولو ملي مسایلو کې خاصتا د سولې په پروسه کې او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دفاع کې د علماو رول بارز او څرګند شي او دا فرصت ایجاد شوی چې اوس موږ په دې باندې وتوانېږو چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا د حج اوقاف وزارت تعلیمات اسلامي او نور دینی مراکز په یو خوله باندې په یو اتفاق باندې د یو آواز نه د یو ممبر نه په متحده توګه باندې اوس موږ کار کوو او په دې وتوانېږو چې د افغانستان په ملي مسایلو کې د افغانستان په سوله کې او په منطقه او سیمه کې د سلامتیا دپاره په مشترکه او په مشوره باندې کار وکوو. زه له همدغه ادرس نه د افغانستان په ټولو هغو علماو باندې غږ کوم چې که زموږ سره د افغانستان د علماو په سرتسری شورا کې عضویت لري او که نه لري، په خصوصي سکتور کې کار کوي، په دیني مدارسو کې وي، په لرو پرتو دیهاتو کلیو ولسوالیو کې وي، زه ورته اطمینان ورکوم چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا دروازه د دوی په مخ خلاصه ده او د افغانستان د علماو سرتسری شورا به په تمامه معنا د دوی خدمت کوي، د خپل خاورې، د خپل ناموس، د خپل سار و مال او د خپل نظام نه به هم د اسلام نه به د سر په قربانۍ باندې دفاع کوي او د دې نه وروسته به د افغانستان مشترک همدغه دیني نهادونه لومړی د اسلام، بیا د خاورې، د ناموس او د خپل نظام نه په دفاع کې به په لومړی صف کې وي. زه یو ځل بیا هم د جناب وزیر صاحب نه هم مننه کوم چې په دې وروستیو کې د علماو رول بارز څرګند کړ او دا وښودل شوه چې د افغانستان علماو ته که فرصت ورکړی شي هغه د دې توانایي لري چې د افغانستان په ملي مسایلو کې جلالت ما ولسمشر ته او نظام ته سالمې او مشورې ورکړي او د مشورې تر څنګ د سولې په پروسه کې رغنده او بارز رول ادا کړي. زه خپل علماو نه یو ځل بیا هم دا هیله کوم چې زمونږ سره په ګډه باندې مونږ ته مشورې راکړي تر څو مونږ په دې باندې وتوانېږو چې د افغانستان دغه حالات چې اوس هر ولسوالۍ کې په هر کلي کې جګړه روانه ده تر څو د جګړې د مخنیوي دپاره میکانیزم بدل شي، د جګړې روحیه هغه په مذاکراتو، په ډایلوګ او په خبرو باندې بدله کړو، د دې وخت او فرصت شته چې مونږ په دې باندې کار وکړو. او زه اراده لرم چې مونږ به ټول علما
هغه کده هر سمت وی کده هر ژبه وی کده هر ولایتی بدون د تبعیض نه به موږ په مشترکه باندې کار کوو او د دې لپاره یو پلان او پالیسی لرو چې موږ څنګه وتوانیږو چې افغانستان د تجزیه څخه وساتو بلکې علما دغه رول ادا کولی شي چې موږ ټول ولسونه د تبعیض څخه وساتو د نژادي تفرقې قومي تفرقې او سمتي تفرقې په ځای باندې د یو افغان یو مسلمان او د یو وجود د غړي په توګه باندې یو بل سره همکاري وکړو د یو بل سره یو بل ته لاس ورکړو. یو ځل بیا هم ستاسو نه مننه کوم، د رسنیو نه هم مننه کوم چې وخت په وخت د علماو هغه آواز که د منبر د لارې دی او که د مدرسې د لارې دی د هغې آواز یې خپور کړی دی. بیا هم زموږ هیله دا ده چې رسنۍ د هیواد د مثبت او رغنده رول په ادا کولو کې زموږ سره همکار واوسي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تشکر جناب زدران صاحب. آل به سوالات میپردازیم. دو تا خبرنگار ما را سوال شنا میگیریم با دو نفر بعد. کابل نیوز، خدا معرفی کنین و نفس بود و از کس که میخواستین سوالتان را بپرسین نامشان بفرمایید. وزیر صاحب زر حلاق پالیم کابل نیوز خبریال. پختنه ملت تاسو نه داول که تاسو وایید چې دیموکراسی له اسلام سره څه رابطه لري او آیا دا په اسلام کې شامله ده او که نه اسلام یې نه پیژني. او دومره پوښتنه دا ده چې تاسو کومه فتوا چې په سعودي کې د ګډو علماو هلته صادره کړله، دا فتوا په افغانستان کې جګړه وروسته له دې چې ناټو او امریکا له افغانستان ووځي حرامه بدل کیږي که نه؟ له 2001 نه را په دې خوا چې کله ناټو افغانستان کې حضور درلود او دا جګړه ناروا وه. تشکر. سوال بعدی، سوال بعدی است. خانم نوید بفرمایید شما بجواک. با عرض سلام خدمت شما، نوید بشردوست هستم، خبرنگار آژانس خبری پژواک. وزیر صاحب محترم، میخواستم بدانم که امی جایدادها را که در عربستان سعودی از افغانستان میباشه و انشاءالله که بخیر همگیشه شما در دست ما قرار خواد گرفت، امی جایدادها را که از افغانستان در سعودی شما یک نوید خوب بود که برای ما گفتین که دوباره به دست میارین و گفتم میتونید شما در این جایدادها تصمیم دارین چی چیزهایی را ایجاد بکنین؟ تشکر. جناب وزیر صاحب بفرمایید. دو سال بعد د کابل نیوز ځوان ته کاشکې تاسې د ژورنالیزم تر څنګ شریعت هم ویلی وای، ډېر به خوشحاله ماشاءالله تکړه یاستئ. دیموکراسي له اسلامي حریت او ازادۍ نه وروسته راغلې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلکو ته خطاب کوي ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، څه وخت تاسې انسانان غلامان ونیول حال داسې له خپلو مندو نه آزاد پیدا شوي دي. تاسې نوم ورته څه کیښودل کیږي؟ حریت، یا په عربي کې حریه، یا استقلال، یا ازادي، یا دیموکراسي. موږ په اسلامي حریت باندې عقیده لرو او اسلامي حریت د انسانانو دپاره کله چې نجونې له ژوندۍ ښښولو نه منع شوې او الله تعالی د انسانانو ترمنځ عدل او انصاف دا حاکم که او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو هم عدالت د ملک دپاره اساس وباله، همغه ورځ د ازادي او د حریت معنا ده او موږ پې عقیده لرو. په افغانستان کې جګړه د افغانانو وزل پرون او نن هر ورځ حرامو، اما فرق دومره و چې پرون د ناټو ځواکونه بانه جوړېدل، نن د ناټو ځواکونو ته مسؤلیت ورکول کیږي. هغه دوی دواړه سر غیږ په غیږ او لاس په لاس دي، لا هم افغانان وزني. دا به ډیره جالبه خبره ایسي یو څوک وایي چې موږ د چندو په راټولولو باندې جګړه مخکې بیایو. دا میلیاردونه ډالرې، دا میلیونونه ډالرې چې دلته راځي او په جنگ مصرفیږي، کله آخوا په مصرف نه پوهیږو، له دې خوا په مصرف پوهیږو، له دې خوا مختلف هیوادونه مصرف نه شي پرې کوی او هلته په چنده باندې مصرف نه پیدا کیږي. بنا انسان وزنه بغیر دلیل نه، بیا د مسلمان وزنه
پرون هم حرامه و نن هم حرامه ده. فرق صرف داده جناب محترم دی کابل نیوز و یا سخنگو یا جورنالیس چې پرون دوی همدغه خلق بهنه نیولی و نن یغوی پغی کې نیولی لا هم د مسلمانانو قتل ته دوام ورکوي. د خور په پښتنه باندې چې دوی د وقفي جایدادونو په ارتباط باندې به چې څه وکړو ښه دا خواهر گرامی بعد از اینکه برای ما خب جای برای ما امو جای خود در داخل حرم مکی یعنی در حرم شریف داخل رفته ما بعد از اون یک کمیته را تعیین میکنیم، کمیته دولتی که از تمام نهادهای زیربط دولت افغانستان میباشه. اونا در مذاکرات با جانب سعودی طبیعی است که پیسه نقد نمیگیریم، ما جایداد میگیریم و جایداد بعد از او با تصمیم میگیریم که بالایش. ولی دو چیز بسیار واضح است، جایداد وقفی یا هر چیزی که وقف شده بدون از اینکه بری مو مسئله وقف شده به چیز دیگه به درد نمیخوره. بنابراین این جایداد به خاطر به اساس تفاهم نامه ای که در وقت شاه نادرخان و ملک زادشاه خان خداوند هر دویشان مغفرت نصیبشان بکنه وقف شده به خاطر خدمت حجاج. بنابراین هیچ کار دیگه از این ما گرفته نمیتونیم الا مگر که خدمت حجاج افغانستان باشه و این به خاطر حجاج افغانستان از این استفاده میشه. تشکر. تشکر وای صاحب. سوال بعدی. سوال بعدی نیز در آخر یک بار دیگر از جناب وزیر صاحب و زدران صاحب حاضرین در تالار سپاسگزاری میکنیم. کنفرانس اول ما در اینجا به پایان رسید. تا دقایق بعد کنفرانس دومی را آغاز میکنیم. تشکر.